خبری از بازی بزرگ نبود. این خلاصه قرعه کشی مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان اروپاه. خیلی زود بریم سراغ معرفی تیم‌ها و حریفانشون و پیشبینی من از نتایجی که قراره در این مرحله رقم بخوره. در همین ابتدای ویدیو بابت صدایی که سرما خورده است خیلی عذرخواهی میکنم و واقعا امیدوارم که پوزش من رو بپذیرید. در اولین بازی بارسلونا باید به مصاف ناپولی بره. جدال شاگردان جاوی با ناپلی ها، دیگو آرماند و مارادونا نقطه مشترک این دوتا تیمه. بارسایی که اصلا شرایط خوبی نداره باید به مصاف ناپولی بره. ناپولی هم از شرایط خوب پارسالش به دوره و میشه گفت نسبتا قرعه راحتی برای بارسلونا نصیب شده و بارسایی ها میتونیم پیشبینی کنیم که از این قرعه جون سالم در میبرن و اونها را در مرحله 1/4 نهایی خواهیم دید. در بازی بعدی پاری سن ژرمن باید به مصاف رئال سوسییداد بره. پاری سن ژرمن که در گروه مرگ دوم شد و رئال سوسییداد با پشت سر گذاشتن اینتر در گروه خودش اول شد. به نظر میرسه که شاگردان لوئیس انریکه خیلی کار سختی مقابل رئال سوسییداد نداشته باشن، اما اونها اصلا حریف راحتی نیستن و شاید اگر بخوان کمی اونها رو دست کم بگیرن پاری سن ژرمن در این مرحله حذف بشه. اما به احتمال خیلی زیاد و به نظر من پاری سن ژرمن صعود میکنه. در بازی دوم قرعه محبوب اینزاگی رقم خورد. اینتر مقابل اتلتیکو مادرید. اینتر سرحال اینزاگی باید به مصاف اتلتیکوی الچولو بره. اتلتیکو مادرید در این فصل خیلی خوب بوده، اما بعید میدونم که بتونه مقابل اینتر آماده و سرحال اینزاگی قد علم بکنه و اینتر هم اینجا از این مرحله صعود خواهد کرد به نظر منا. در بازی بعدی دورتموند باید به مصاف پی اس وی آینتومن بره. قرعه‌ای به نسبت خوب برای دورتموندی ها و اونها رو هم شاید بتونیم جزو تیم های صعود کننده به دور 1/4 نهایی لیگ قهرمانان بدونیم. در بازی بعدی قرعه‌ای جذاب برای مهدی طارمی و هم تیمی هاش. آرسنال باید به مصاف پورتو بره. آرسنال تیمش در اون حدی نیست که اون رو مدعی اصلی لیگ قهرمانان بدونیم، اما اصلا تیمی هم نیستن که در 1/8 حذف بشن و اینجا به نظرم آرسنال پورتو رو میزنه و به مرحله 1/4 نهایی صعود میکنه. در بازی بعدی خوش شانس مثل منچستر سیتی و بد شانس مثل کوپنهاگن، این دوتا تیم باید به مصاف هم برن. قرعه به نسبت راحت برای پپ گواردیولا و دوستان و کوپنهاگنی که از گروه مرگ صعود کرد و به خود مرگ رسید. به نظر میرسه که اینجا هم منچستر سیتی کوپنهاگن رو میزنه و اون هم به مرحله بعد صعود میکنه. در قرعه بعدی بایرن مونیخ آقای توخل باید به مصاف لاتزیو ماوریتسیو ساری بره. بعد از 3 سال جدال بایرن مونیخ و لاتزیو رو در UCL شاهد خواهیم بود. لاتزیوی که اصلا شرایط آرمانی نداره و بایرن مونیخی که به شدت آماده است. اینجا هم به نظرم خیلی راحت میتونیم بایرن رو جز صعود کنندگان به مرحله بعدی لیگ قهرمانان بدونیم. و در بازی آخر رئال مادرید و لایپزیگ، شاگردان ژاوی سیمونز باید به مصاف کارلو آنجلوتی و دوستان برن. رئال مادریدی که کلی مصدوم و کلی مشکلات و اسکوادی ناقص داشته تا اینجای فصل فوق‌العاده عمل کرده و اینجا هم به نظر میرسه کهکشانی ها صعود کننده به دور بعدی باشن، هرچند اصلا کار راحتی ندارن. لایپزیگ در دور گروهی لیگ قهرمانان و در بوندسلیگا واقعا نتیجه خیلی خوبی گرفته و عملکرد خوبی از خودش ارائه داده، ولی به صخره سختی مثل رئال خورد و به نظر میرسه که ماجراجویی لایپزیگ در لیگ قهرمانان امسال همینجا تموم میشه. پس اینجوری شد. به نظر من بارسلونا، پاری سن ژرمن، اینتر، دورتموند، آرسنال، منچستر سیتی، بایرن مونیخ و رئال مادرید به دور بعدی صعود میکنن و واقعا اگر این تیم‌ها صعود کنن چه 1/4 نهایی جذابی رو امسال در چمپیونز لیگ ببینیم. بازی‌ها در دور اول 24 و 25 بهمن و 1 و 2 اسفند برگزار میشه و در دور برگشت 15 و 16 اسفند و 22 و 23 اسفند بازی‌های برگشت این مرحله هستند و به شدت لیگ قهرمانان جذابی رو در انتظارمون خواهیم داشت. شما هم حتما نظرتون رو برامون کامنت کنید، به نظرتون چه تیم‌هایی صعود می‌کنن و چه تیم‌هایی حذف میشن و حتما ما تمامی کامنت‌های شما رو می‌خونیم و جواب میدیم. خیلی خیلی ممنون که تا آخر ویدیو همراه ما بودید. خیلی خیلی عذرخواهی میکنم بابت صدایی که گرفته و خیلی من رو ببخشید. لطفاً لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. من مهدی کبیری، اینجا فوت نیوز و خدا یار و نگهدار همه شما عزیزان.